وارزی سلام و ادب بریدگار بیننده های عزیز و ارجمند شب همه شما بخیر باشد امیدوارم بعد از پیروزی تاریخی تیم ملی تاجیکستان همگی خوشحال بردم و واقعا هم لبخند دارید زیرا واقعا هم این شوم را این لحظه را ما شما انتظار بودیم و انتظار بودیم که تیم ملی تاجیکستان در آخرین بازی خود در جام آسیا در مقابل تیم منتخب لبنان غلبه به دست آورد و اولین بار هم که باشد به مرحله پلی آف مسابقه رو خواهد گیرد با شما مبارک باشد واقعا هم غلبه تاریخی بود و چقدر احساسات چقدر گویم که لحظه های غمگینی و خوشنودی و دیگر چیزها واقعا هم احسان میگیم به بچه ها پیش از همه ما میخواییم که احسان بگیم به اون استراتژی تیمی ما یعنی که فوتبال بازی رقم اول رئیس جمهور یعنی که پرزیدنت محترم که ما با شما هم یعنی که با شما کشیدیم این یک قوه است یعنی اون دولت های رئیس جمهورش نه اومدن پیش کمانده اونا هم با فکر میاد بلرزه بودن احسن بس مربی ها رئیس فدراسیون فوتبال احسن با بچه ها پدر و مادرش هم مکتب هایی که اینا تربیه کردن بیده که دو تا گول ما حساب نمیکنن غروری تاجیکی اون استانوفکه ای که ما میگیم پرزیدنت محترم با بچه ها گذاشت با ترینر رو دادن مرحمت جمعه عمل پرسید ما در همین استودیو که در هر یک از بافی هر یک گلی که میشد ما گل میگفتیم که دوبار چیکار میکرد از لبنان ما باید وایم آفرین بگیم بله احسان باید بگیم چون که فرصت رو خوب استفاده برده نتوانست به نفع ما هم انجام شد لحظه های خیلی زیاد به میون اومدن بیننده عزیز ولی نبینید بله در اینجا خطاگی دو دفاعگری مرکزی یعنی باید یک نفرش بازی میکرد دو نفرش باید یعنی سراخوفکا میگم میسودن لکیت سعی سراغ یک دیگر نفهمی شد بله یکی یک تای بوزی کرد با تنها یک تای دیگر زد و توپ با بله رقم نهی حریف اومد حریف من هم باید بودم بله خب بیننده عزیز حالا همکاران ما از مکانی برگزاری همین بوزی برای ما یک مصاحبه آماده کردند بیایید تماشا میکنیم و البته مصاحبه کاپیتانی دسته منتخب تاجیکستان احتم نظروف که در آخری رقابت اندک اوسب گرفت من فکر میکنم اوسبش جدی نیست و میتواند ما رو در مرحله پلی آف این مسابقه کمک کند بیایید گوش میاندازیم آدم جون مبارک شود این غلبه نیویورک دچار چی بازیه بود بازی خیلی درکاری بود برای همه مخلصای خود تاجیکستان یکم چیرات میخوایم رحمت کلامی نداری خود مونا با محترم جناب عالی تشکر زیاد خود مونا رسونیم که ما را دستگیری خیلی خوب کرد اومده بود شهری دوخا کورای وزبینش خطی لیکی وخیاف بچه ها را مطیوات زور موندد همه همی بازی و مشکلی که ما امروز قوه صرف کردیم برای مردمی تاجیک و برای جناب عالی بود خب وقتی که دو مرتبه به گل زدن و اونها گل زدن شما در تعجب نبودید که بریدن دشوار است ما وقتی گل زدیم و گل مون ایسو نکردن ما وجه پیشکی در تمرین ها میدونستیم که خیلی حالت ها میشوا برای که بازی گذشته قطعی خطر بود ما فهمیده بودیم که داوران میتونن خیلی از شبکایی که نادرکاری کنن که ما تردیم بچه ها در همه در مهمگون رحمت کلان که خودشان قفیده تانیستن و خیلی بازی وزبینده قوه چی قوه داشتن همه را در میدان ماندن تشکر با شما و با همه فوتبال بازان رسانید که تاجیکستان برای شما مخلصی کرد تمام خود نکرده سیم اگرام نیست پسیبه خچو سکزد نشیم بلیه چی کم ایتا پابیده دلی آواز می все что мы делаем это все ради нашей любимой страны все силы которые у нас были мы сегодня оставили на поле будем готовиться к следующему это наша не последняя игра Таджикистан Бапеш Бапеш واقعا هم احساسات خیلی بلند بود از جانب کاپیتانی تیم ملی و همکاری استاد علاءالدین بوریف که واقعا هم افتخار کردن از این غلبه از این پیروزی از این بردی که تیم ملی ما در مقابل لبنان داشت واقعا هم بیننده عزیز این گونه بازی های تاریخی من در جامعه فوتبال کمتر رخ میدهند این گونه بازی هایی که کامبک کرده میشود شب گذشته ما دیدیم مثلا چمپیونات اسپانیا که
چگونه دو بازی واقعا هم کامبک بود بله و تیم ملی امروز نوبت تیم ملی ما بود دیروز اگر نوبت رئال مادرید و بارسلونا بود امروز نوبت با تیم ملی تاجیکستان که توانست در مقابل لبنان یک کامبک تاریخی کند که این در صحیفه ورزش تاجیکستان با حرفای زرین نوشته خواهد شد هم امروز 22 ژانویه سال 2024 تیم ملی تاجیکستان در آخرین بازی خود در جام آسیا در اولین حضور خود در مقابل لبنان آخرین بازی گروهی خود ولی در جام آسیا بر لبنان غلبه کرد و به مرحله هشتگ نهایی راحت گرفت این الکا یک دستاورد است برای تیم ما چون که ببینید لبنان سال 2019 هم در مرحله گروهی بود از گروه برآمده نتوانست این سال هم همین گونه ولی تیم ما در 16 گونه که بهترین آسیا و نگفته نماند که همین نتیجه تیم ملی با فهرست فیفا با فهرست دسته های منتخب فیفا هم تاثیر خود را میرساند حالا ما در زینه 106 رویخط قرار داریم و ببینید که بعد از انجام جام آسیا ما خواهیم نخواهیم 10-15 زینه بالا خواهیم لبنان در جای چندم بود لبنان از ما بالاتر اگر خطا نکنم زینه 80 چند یا 90 چند 80 چند ما رفت حالا ما دقیق تر میبینیم فکر کنید 80 چندم ما رفتیم بله یعنی ما اگر از دسته هایی که از تیم خودمون در ریتینگ فیفا بلندتر غلبه به دست آوریم ما همون قدر امتیاز های خیلی زیاد ریتینگ لبنان 107 بود است همه رده بندی و قدر نادرست است بله و قدر رولی کلان بازی نمی کنه بله چینه که در سنه 72 است بله در اینجا در همین سطح نیست من بسیار وقت گوش میکنم متخصص گپ میزنن که مقصد اهالی چند میلیون و چند میلیارد است این او معنی را ندارد که یعنی اهالی چند قدر کلان باشد باید فوتبال باز شم فوتبال بازی دمو دسته باید چمپیون جوان باشد که مدال به دست آورد مثال خیتوی میلیارد یا که هندستان قریب که میلیارد است بله او معنی را دارد که خیتوی قطعی هندستان باید دویم در چمپیونات جهان بازی کند یو معنی او را ندارد برای که یک گالاند را بینید که یک دولت کوچک یا خرواتیا خرواتی قاک است بله دویم در چمپیونات جهان میلیون و حتی تو به مرحله نیمه فینال میرود یکی از دستوی پرقوتین جهان به حساب میرود بله واقعا هم اینجا اهالی نفوس هیچ اهمیتی ندارد آمریکا روسیه دو دولتی ابرقدرت جهان اما فوتبال اونها در سطح جهانی چندان نمایان نیست با همه احترام به روسیه و به آمریکا ولی بعضی دولت های کوچکی هستند که نشان داده خیلی خوب دارند نیدرلند رو به یاد آوردید خرواتیا رو مثلا کشورهای بالتیکا رو میخواهیم حساب کنیم اسلوواکیا اسلوونیا سربیا دیگر کشورها به هر صورت با اون اقتداری که عین حال فوتبال ما دارد خودش اشتراک در جام آسیا این یک دستاورد بود ولی بوز بر آمدن به مرحله پلی آف این یک دستاورد دیگر من فکر میکنم برای نسل های آینده فوتبال ما این یک تکان دهنده است یک شرایط رو امکانات ها رو یعنی بسیار تر کنیم بسیار تر کردن لازم است بله برای کودکان نورسون تربیه کردن لازم است تمام بله با ما همین قدر چیز حاضر در کار است لازم است بله و موندگیش همش خوب میشه بله توجه با همین کم ترگم میساد برای هم شما درست هم خیلی کردید یک شیعه گفتن نیستیم که وقتی که ما بازی با همین قطر کردیم بسیار یک بازی خوبی که ما نشان دادیم مردمی تمام آسیا بسیار یک وهم هم آمدن باور کنید که این روز من حریفای ما بسیار میخواستن که لبنان حریفی اونو شون بله نیکی اونا انتظار نبودن که حریف اونا تاجیکستان میشد و فکر میگن که ما قطعی با برادرای عرب کتی یعنی که امیرات کتی وا میخریم و امیرات هایم و فکر میگن که آمادگی سخت خواهند آمادگی میبینن و بسیار یک بزرگ میشه اونا دارم بله. که وقت هست برای بچه ما که دوره گرفتن باید که تو آخر زنان نکل تو آخر رفتن بله. حتی امکانی تو با مرحله بعدی رفتن هم وجود بله. دارد بله برای که این بازی رو خیلی خورسندی است و اوزی من فکر دارم که سیتو دیمورابیون سرشون در فکر دیگر است بله. و برای که اوزی اونها تحلیل دیگر بازی رو میکنن که بله. ما وو میخوریم و تیاری با او دسته دیدن در کرواس با بارو که چمپیونات آسیا تمام نشده است بله. و در پیش یک هشت فینال است و با یک هشت فینال
تئوری دیدن بابا جان میخی من شما ده رحمت گوزنیم تلویزیون ورزش ده با شما ده و پرویز جان ده او رو شما گرفتید تاجیکستان رو بالا برداشتید در واقع گفتید پیشگویی گفتید حریف ما امارات است وقتی مخلصا تماشا میکنن آه نگاه که چی ارزو دارن بله. و این روز همون گفته شما شد بله یعنی که با دوام تید پیشگویی تون چیکار میکنیم بو بله و فکر میکنم تیم مو اقتدار یا قوای باز با مرحله های بعدی رفتن رو دارد خب با امور این بازی توجه میکنیم ببینید فوئیزی اداره کردن تو به نفع ما بود بله. 68 بر 32 این نتیجه خیلی بلند ضربه ها 17 بر 14 ضربه های راست 4 بر 6 خب از این جهت کمی خفا موندیم ضربه های کنجی 6 بر 5 پس ها ببینید بله پس ها خیلی زیاد است فوئیزی پس ها یک برابر یک برابر خیلی نتیجه خوب خیلی امور خوب هم بله بله, بله. شاید بسیار گمان میکنند که حریف کورتی سرخ گرفت ما اینقدر برتری ولی در فوتبال بعضی از دسته ها که کورتی سرخ دارن از دسته ای که برتری دارد بازی خوبتر نشون میده بله. اما وقتی ما حتی بدون کورتی سرخ هم برتری داشتیم در نیمه اول خودتون شاهد شدید که چگونه فوزی داره کردن تو حمله ها از کنار ها البته کورتی دوره کورتی سرخ ما میگیم برای خستونه رفتار نمیکنن کورتی سرخ نمیگیرن بله درست و میتونن حتی حساب تا دقایق بعدی نگاه بله بله اگر از اداره کردن از فوز اداره کردن تو اگر خول میدادن بله درست است دیگر چیز دیگر چیز بود لکی مو یعنی این تحلیل است این چیزی خوب است لکی اگر در اصل گیریم ببینید که بسیار بازی ها یعنی 70 به 30 میشود که 65 به 35 یعنی همو اداره کردگی دسته مغلوب میشود مغلوب میشود بله درست است اینجا این فوتبال است کسی که امکانات خود رو درست در سری وقت یعنی استفاده میبرد و موقع خود رو نگاه میدارد همون غلبه میکند یعنی بله. در اول ما گفته بودیم که انتظام یعنی انتظام بازی رو اگر کسی که از اول تا آخر یعنی رعایت کند و همه وقت کامیاب میشود بله خب علاکای رسانه ها نشریه ها در مورد برآمدن تیم ملی تاجیکستان به مرحله هشتگ نهایی مسابقه سخن میرانند و مخصوصا دو گلی که تیم ملی ما به دروازه حریف زد و یکی از نشریه های دیگر در تلگرام می نویسد که تیم تاجیکستان بعد از دو گلی که با حالت آفساید به انجام رسید پیروزی به دست آورد این پیروزی دشوار تیم ملی تاجیکستان در مقابل تیم منتخب لبنان بود یگون سوال با پیتر شگرد دارد البته با اون نوهایی که بیشتر پیتر شگرد را انتقاد میکردند یعنی اشاره کردند که باز یگون سوال دیگر هست با سرمربی دسته و من میخواستم نظر شما را در مورد سرمربی دسته بفهمم بسیاری ها بر اون نظر بودند قبل از جام آسیا که اگر تیم ملی ما از گروه نبرد قرارداد مربی خودش به انجام میرسد او از تیم ما خواهد رفت ولی او تیم ما را از گروه برآورد نظر شما در این مورد او در تیم ملی باقی میموند با این نتیجه یک چیز که وقتی که همون کانترکتی که ما میگیم شرطنامه شرطنامه با انجام میرسد بعد از جام من فهمیدم در همون شرطنامه با انجام میرسد مثلا رئیس فدراسیون فوتبال بله مسئولین کار تحلیل میکنن بله نو وابستهن در نقش این انسان یعنی همین نقش ده بوزید که این کس چیکار کرد برو ورد نمیجه بو از گروه هم برو وردیم بله. بو با فکر من که کلی مربی ها با دوام میتین کارشون ها غلب ها از پیش است به فکری من همین بازی که نوبتی که ما میکنیم با امیرات اگر امیرات باشد در دوله هشتگ نهایی اگر امارات باشد اگر امارات باشد یا که کدومی نباشد ما را فرق نیست ما فکر میکنیم که ترینر ها در یک با بچه ها یک مهنتی کلان کردن بله. البته این ما حل نمیکنیم این رئیس فدراسیون فوتبال حل میکنن بله مسئولین مسئولین حل میکنن این ما هیچ چیز نمیکنیم در همین شب روز حاجی ما حساب کنیم اگر این آدم ما باید چیکویم احسن احسن گیم خب یکون نظری دیگر دارید با واسه با پیتر شگرد؟ نه وقتی که مقصد میگذارن با مقصد برسد در اینجا ما گفتنی هستم که اگر شرطنامه قرار داد با آخیر رسد مسئولین یعنی روبریت فدراسیون فوتبال یعنی نمیدونم که تمدید میدین یا که نه یعنی قرار داد رو دوام میدین یا که نه ما در این معلومات نداریم و اگر چی گفتنیم گفتم نمیتونیم و من فکر دارم که این مسئولیت در ذمه روبریت فدراسیون فوتبال است بله خب پیتر شگرد هم در یک مصاحبه با همکاران ما اشاره کرده است که در دوام 27 سالی مربیگی هم
اولین بار با یک بازی خیلی و خیلی دشوار روبرو شده است. یعنی این از همه بازی تقدیرساز و تاریخی برای پیتر شگر سرمربی تیم ملی بوده است. واقعا هم احسن باید گفت. بله. چون ما میدونیم که پیتر شگر خب در مالدیف کار کرد، در افغانستان کار کرد. بیاید پوراتر با سخنهای سرمربی تیم ملی گوش میاندازیم و بعدا صحبت رو باز ادامه میدیم. مربیه که همگان دوست داشتند و اینجا در قطر او را همچون یکی از مربیان بهترین میشناسند، ما هم بهترین میشناسیم، اما کسانی که گمان داشتند که مربی ما کارداشوی هم است خطا کردند. یک بار دیگر ببینید. مبارک شود. First of all, congratulations to Tajikistan. Salam alaikum. In Tajikistan. Babesh. Tajikistan. Babesh. Tajikistan. Babesh. Tajikistan. Babesh. And now, sorry, Yunki. I lost my glasses by the second goal. شما گفت که چگونه شما توانستید که تغییر دهید با این عوض شوی ها که بچه ها باز بازیشون بهتر شدن؟ How did you manage to change. With these changes to, how can I say, turn out the game and they didn't lost in quality? I told you this is the situation. You have a feeling, you have a coaches, we have on the bank, it was discussion between us coaches, but I think I must say to the character, to the more to the team, we score one goal, we score two goals every time, we not get these goals in front of VAR. And we're still fighting, and I think the changes, I'm very proud on the players we make it, and on the end we win this game. I think we deserve this win. من گفتنی هستم که ما در کورسی احتیاطی با ستاد مربیان اینچنین با من همین روز میخوام افیسال گویم که خودی من ترجمان نیستم، من یاردمچی سرمربیم و با ستاد مربیان ما خواست کمی صحبت کردیم و با همه این چیزها اومدیم که همین بازیگرها رو عوض کردن در کار و من از همین قسم های میدان حمله همون رو دوام دادن در کار. لازم است برای که حریف علاقه یک نفر کم بود و ما باید این کار رو. This is the fighting character for Tajikistan people. Never give up. I told the players, we fight for us, we fight for Tajikistan. Don't give up. Doesn't matter how many goals we score, how many times it will be not a goal. We must fight. We are Tajikistan. We are maybe has this heart and the right place, and we must fight for this. And we must believe. Yesterday I say in the press conference, I believe in these players. And today you see, I was right because they are Tajik, and I believe on this Tajikistan. یک طرف دیگر این است که در خونی ما تاجیکان همین است که ما همه وقت باید در حمله وقتمون رو گذرونیم. ما نمیتوانیم بازی مبارزوی بازی کنیم. ما بعدی روز من در پریس کنفرانس نظامین رو تاکید کرده بودم که در قلب ما فقط هجومکاری هست و شما امروز شاهد خودتون شاهد اون شدید که چه خیلی ما حمله کردیم، پای هم نوابسته از اون گل ها و نوابسته از هیچی نقشه ما حمله بود و ما در حمله گذاریم. Don't forget, don't forget boys, this is very important. The players has a lot of discipline and the coach must have the nervous, not to lose the nervous. You must be relaxed, still under this pressure. And this is the biggest quality what I say to the players all the time. Wait, we will get our chances. Wait for the moment. و یک چیز دیگر رو باید حتما تاکید کرد که بازیگران ما دیسپلین خوب دارن، برای که من با آنها گفته بودم پیش از بازی در اتاقی باز کنی که شما باید کم آرام باشید و انتظار شانس خود شوید و البته این شانس با شما میبیاید و آنها همین رو گوش دادن. در تاریخ مربیگی شما همین گونه بازی دشوار بود؟ In your background, did you have any time such a tough game like this? Tough games I have a lot. I am now 27 years profession coach, but never like this. The dynamic from the history, how important it is this win, nobody can explain to nobody, because this is Asia Cup, this is the best teams, Qatar is perfect organizer, and we are still here in Qatar. Rahmat Tajikistan. In man 27 sol boz murabi hastam va in
از همه بازی دشوارترین و در تاریخ یعنی که میموند از این رو این از همه بازی دشوارترین بود لیکن ما تا خود حاضر در قطریم و میستیم و باز هم تیاری میبینیم Thank you very much. And I will speak with Albert. Albert, they clay again my glasses. Sorry, you must repair Qatar. Thank you. بسیار متاسفم برای عینکوی پیتر شگرت که در وقتی شاید تجلیل گل پیروزی تیم ملی اونها شکستند و فکر میکنم حتما صاحب عینکوی نو میشوند جناب پیتر شگرت و ما احسان میگیم با ستاد مربیون با مربیون گرجی که با پیتر شگرت کمک میکنند با مربیون توجیک الف بگ بیروموف و همچنین علیشر تویچیف که در ستاد مربیان قرار دارند دختران دسته محصگران تیم کارمندان اساسی دسته تمام اشتاب تمامی همون اشتابی یعنی ستاد مربیان تیم ملی که واقعا هم یک کاری تاریخی رو انجام دادند و این البته تا چند ساله ها برای نسل های آینده ما یک تاریخ خواهد بود که در اولین حضور تیم ملی تاجیکستان در جام آسیا توانست از گروه با مرحله هشت یگانه های مسابقه رو خواهد گرفت. باشد که این پیروزی ها برای تیم ملی ما در بازی های بعدی در مسابقه های بعدی که سر کرده از ماه مارس بازی های انتخابی جام جهان 2027 باز هم شروع می شوند 26 و جام آسیا 2027 و دو بازی باز هم حساس مقابل عربستان سعودی ما رو در روز تجلیل ایدی بین المللی نوروز انتظار است و امید داریم که باز هم آمادگی ها خوبتر می شوند. پیتر چگر قول داد که حتما نتیجه خوب به دست می آورد. ما این چیز رو باید انتظار باشیم از ستاد مربیان. خب به هر صورت باز برمیگردیم در برنامه های بعدی در نشره های منبعده برنامه مرحبا با قطر و اطراف بازی تیم ملی اطراف حریفان تیم ملی حرف میزنیم. بیننده عزیز و شبکه تلویزیونی ورزش و فوتبال تمام بازی ها رو سر کرده از بازی هایی که شاید اونقدر اهمیت هم نداشته باشد برای شما مستقیما پیشکش میکنند و برنامه های ما هم همه روزه بگوهی روزی مستقیما منظور بیننده ها خواهد شد. از سابق سرمربی تیم ملی تاجیکستان زهیر بابایوف و سابق دفاعگر تیم ملی کشور سوپون خوجاموف که هر دو هم کارشناس برنامه ما بودند امروز عرض سپاس میکنیم. به شما هم بار دیگر مبارک باشد و به تمام هموطنان عزیزمان این غلبه تاریخی در جام آسیا 2023 بار دیگر مبارک و فرخنده بود. در همین جا برنامه ما به انجام می‌رسد تا نشوی دیگر صحتمند و پیروز باشید. خیر.